سلام، با 180 ثانیه پنجشنبه ششم تیر ماه ما رو همراهی کنید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است به باور فرانسه پهپاد آمریکا بر روی آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است. بنابراین سرنگونی آن یک عمل تهاجمی از سوی ایران محسوب می‌شود. او همچنین خبر داده که در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی به او در مورد خروج از برجام هشدار داده و تأکید کرده است که هر گونه خروج از توافق خطاست و ارسال نشانه‌هایی در این راستا نیز اشتباه خواهد بود. یک هواپیمای مسافربری هندی که به مقصد آمریکا پرواز می‌کرد با تهدید به بمب‌گذاری وادار به فرود در لندن شد. در پی دریافت این پیام تهدید، هواپیما با اسکورت جنگنده‌های بریتانیایی در لندن به زمین نشست. کارگران پالایشگاه بیدبلند 2 در بهبهان دیروز چهارشنبه در اعتراض به اخراج بخشی از همکاران خود در مقابل ورودی این پالایشگاه دست به تجمع سکوت زدند. به نوشته یه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، سه کشور عضو برجام مصمم هستند سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران اینستکس را تا فردا فعال کنند. ایران گفته است در واکنش به عدم برخورداری از منافع اقتصادی توافق هسته‌ای، ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به بالاتر از میزان مجاز در برجام افزایش می‌دهد. پزشکان کلینیک تخصصی درمانی ولفجر امروز پنجشنبه در گچساران برای سومین روز متوالی اعتصاب کردند. اعتصاب در اعتراض به چند ماه تعویق مطالبات صورت گرفته و پزشکان با حاضر نشدن در محل کار اعتراض خود را به بیتوجهی مسئولان به نمایش گذاشتند. در پی پارتیشن بندی و تفکیک جنسیتی در کتابخانه دانشگاه علم و صنعت، دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراض زدند. دانشجویان این پارتیشن بندی را به دیوارکشی تشبیه کردند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در پیامی ویدیویی گفت رژیم ایران از موفقیت طرح صلح آمریکا برای فلسطینی ها در حراس است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور سودان ضمن اعلام حمایت از معترضان سودانی خواستار گفتگو میان رهبران دموکراسی خواه و ارتش این کشور شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه برگزاری نشست جی 20 در اوزاکای ژاپن در جمع خبرنگاران گفت احتمال دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژوئیه برابر با مرداد ماه سال جاری به ترکیه سفر کند.